سلام شنبه و سی نومبر دو آذر 98 23 نوامبر 2019 میلادی قهرمانان فوتبال تیم ملی فوتبال ایران مهدی تارومی علیرضا جهانبخش احسان حاج و کریم انصاری فرد با در بیانیه های همسو عنوان کردند که در کنار مردم هستیم این قهرمانان تاکید کردند که این جواب اعتماد و شرافت مردم کشور نیست کار شایسته ای که این قهرمانان ملی کردند میتواند از سوی سایر قهرمانان ورزشی نویسندگان هنرپیشگان کارگردانان موسیقیدانان و شخصیتهای فرهنگی مورد توجه مردم دنبال بشه برای اینکه احساس همبستگی ملی در مقابل حکومتی که با گلوله جواب اعتراضات رو میده امر واجبی است که در این مقطع باید انجام بشه همچنین ایجاد همبستگی بین فعالین در جناح‌های مختلف، بخش‌های مختلف جامعه مدنی در ایران و در خارج و نشون دادن اینکه جبهه مبارزه مردم با پشت جبهه خارج هم همبستگی و همسویی دارند یکی دیگه از زمینه است که بیش از هر چیزی میتونه همبستگی مردم رو نشون بده در شرایط حاضر که ایران وارد عرصه جدیدی شده اعتراضات آبان ماه صفحه اول از حرکتی است که مهمترین مشخصه اون سفارایی ملت در تمام کشور در بین اخشار مختلف در مقابل یک حکومتی است که هیچ راه حل و زبان سیاسی دیگه نداره و تنها به زور سرنیزه با مردم مواجه میشه و بنابراین مسیری است که انتهای اون میتونه سرنگونی حکومت به دست مردم رو رقم بزنه در این مسیر کارهای مختلفی باید انجام بشه تدارکات مختلفی باید به عمل بیاد ولی یکی از اصلی ترین زمینه های حرکت ایجاد هرچه بیشتر همبستگی در میان بخشهای مختلف مردم و فشردهتر کردن صف مردم در مقابل حکومتی افراد مورد توجه مردم شخصیت های ملی و محبوب در این مسیر میتونند نقش ارزنده ای رو بازی کنند با دندان نشان دادن حکومت و ایجاد روب و وحشتی که میخواد بکنه تا الان برآورد میشه بیش از 3980 نفر یعنی نزدیک به 4000 نفر بازداشت شدند و ادعای و بیش از 300 نفر هم احتمالا کشته شدند البته تا الان اسامی 134 نفر به طور قطعی به دست آمده و گروه های کمیته های مختلف شناسایی شهدای این جنبش در صددن که اسامی کامل رو به دست بیارن چرا که بسیاری جنازه ها رو سپاهی ها از بیمارستان ها بردند و هنوز تحویل خانواده ها ندارن. آقای برایان هوک مسئول گروه اقدام ایران در وزارت خارجه امریکا عنوان کرده که از شرکت های فیسبوک، توییتر و اینستاگرام میخواد که حساب کاربری آقای خامنه ای حسن روحانی و جواد ظریف رو ببندن در همین زمینه میشود که کمپین هایی رو هم مخالفین و گروه های مختلف به راه بیندازند با توی تویت های مختلف پست های مختلف ارسال ایمیل های مختلف از این شرکت ها بخوان که حساب کاربری رهبرانی که اینترنت رو به مردم میبندند و خودشون از این امکان استفاده میکنند رو مسدود کنند امروز شنبه حکومت اینترنت خانگی رو برای بخش های از کشور باز کرد که برآورد میشه حدود 60 درصد اینترنت باشه ولی اینترنت به روی تلفن های موبایل و سیم ها کماکان بسته است ضمن اینکه اینترنتی هم که برقرار شده دائما دچار مشکل و کاهش سرعت هستش و عملا ای به حال مردم نداره اگرچه همین مقدار هم باعث شده که مقداری فیلم و عکس از نه روز گذشته به خارج برسه بعد از اینکه شش تن از فعالین محیط زیست بین شش سال تا ده سال زندان محکوم شده بودند دو نفر باقی مانده از هشت نفر فعال محیط یعنی عبدالرزا کوه پایه به چهار سال و سام رجبی به شش سال زندان محکوم شدند که البته این احکام دادگاه بدلی است آقای محمود صادقی نماینده مجلس هم افشا کرده که یکشنبه 26 آبان یکشنبه گذشته که آقای خامنه ای اومد پشتیبانی خودش رو از افزایش قیمت بنزین اعلام کرد یادداشتی هم به آقای علی لاریجانی رئیس مجلس داده و در اون یادداشت داشت آورده که مجلس در این ماجرا دخالت نکنه در واقع روشنتر از این نمیشه مجلس رو بی کرد و نشون داد که عملا هیچ کار است چرا که اساسا افزایش قیمت بنزین در چارچوب بودجه از اختیارات مجلس بود که آقای خامنه ای اینطور از اونها سلب کرده اما وزیر انرژی روسیه آقای الکساندر نواک خبر داده از اینکه گفته ایران از ما دو میلیارد دلار وام خواسته برای خرید واگن مترو ساخت نیروگاه و توسعه راه آهن جالبه که این موارد مثلا واگن مترو در ایران قابل ساخته و یکی از آشغالترین واگن های مترو یا راههن رو روس ها می سازند که اگر این وام به برای خرید از روسیه باشه چیزی جز خیانت به ملت بر اون نمیشه نام گذاشت با امید پیروزی ایران و ایرانی